Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه دهم ماه اکتبر سال 2015 میلادی برابر با 18 مهر ماه 1394 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. تقریبا 2.5 هفته از آغاز پاییز گذشته ولی هوا بسیار گرمه و انگار هیچ سر آرام شدن و خنک شدن رو هم نداره. حالا یک کاری باش میکنیم، شما چایتونو بریزین، سر سفره بنشینید. برنامه مفصلی براتون تدارک دیدیم. همطور که میدونید این برنامه امشب از ساعت 12:30 تا 2 بامداد هم تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من آرشیو میشه. بفرمایید سر سفره. خب، هفته‌ای که گذشت رو یک نظر اجمالی تند بهش بندازیم. خبرهای خوب و خبرهای بد همه جور داشتیم. شاید جالبترین و دوست داشتنی ترین خبر هفته گذشتهش یا خبرهای هفته گذشته اعلام برندگان جوایز مختلف نوبل بود. برنده جایزه ادبیات نوبل که به یک نویسنده زن از بلاروس رسید، خانم سویتلانا الکسوویچ، اولین برنده بود که اعلامش کردند و او رو به خاطر انعکاس صداهای مختلف در آثارش مستحق این جایزه دونستند، آثاری که تجسم رنج و شهامت در عصر ما به شمار میره. برنده جایزه صلح نوبل که همیشه با گمان زنی های فراوان برخورد میکنه قبل از اون و در موردش خیلی صحبت میشه، بالاخره اعلام کردن که 4 پاره گفتگوی ملی تونس برای راهبرد به دموکراسی برنده جایزه صلح نوبل 2015 شدند و این 4 نماد و یا نهاد جامعه مدنی گرد هم آمدند و با همکاری، حتی در حالی که دیدگاه‌هاشون متفاوت بود و باورهای دیگرگونه داشتند، برای برقراری دموکراسی در کشور تونس بعد از انقلاب سال 2011 بسیار کوشش کردند در شرایطی که کشورشون در مرز یک جنگ داخلی بود و مستحق جایزه صلح نوبل شدند. نوبل پزشکی به 3 دانشمند تعلق گرفت، از ویلیام کمبل از ایرلند، ساتوشی آمورا از ژاپن، که هر دو برای کشف نوعی درمان دارویی برای مقابله با عفونت ناشی از انگل‌های لوله‌ای کار کرده بودند، و همینطور دانشمند دیگری به اسم تویو بو، دانشمند چینی که او هم داروی کشف کرده که مرگومی رو در اثر ابتلا به مالاریا به طور چشمگیری کاهش میده. جایزه صلح نوبل فیزیک مشترکاً به 2 دانشمند ژاپنی و کانادایی به دلیل کشف که اونها در زمینه نوترینوها، امیدوارم که درست دارم میخونم، در واقع اینها نوترون های خیلی کوچک و ذرات ریزتر از اتم هستن که دارای جرم هستن، و این دو دانشمند کشف کردن که این داشتن جرم این ذرات بسیار ریز درک انسان رو از کارکرد ماده دگرگون خواهد کرد و میتواند که در برداشت از کائنات هم تأثیر بسیار مفید و مهمی داشته باشه و حیاتی. خب، این از خبرهای خوب. خبرهای دیگر خوب و بد قارقاتی با هم دیگه. اتحادیه اروپا طرح اخراج 400,000 پناهجو رو در دست اجرا داره و در واقع داره آغاز این که این موج بزرگ پناهجویان به سوی اروپا ایجاد مشکلات و مسائل میکنه رو مطرح میکنه. باید دید که تصمیم نهایی چگونه خواهد شد. شاید یکی از دلایلی که خانم مرکل جایزه نوبل رو نگرفت برای اینکه این موزل مثل اینکه حل نشده است هنوز و به صورت یک دمل واقعا چرکین در دامان اروپا نیاز به یک راهبرد و در واقع پیدا کردن راه چاره اساسی داره.
مسئله موشک اندازی در از سوی کشتی های روسی و از داخل خاک روسیه برای با هدف لطمه زدن به در واقع پایگاه های داعش در سوریه، بحث خیلی فراوانی در هفته گذشته در جامعه امنیتی، در جامعه نظامی، در جامعه سیاسی جهان موجب شد و در حالی که گفتن که سوریه به در خاک سوریه مواضع داعش رو مرتب موشک باران میکنه، اعلام هم کردن که چند از این موشک ها در ایران هم پایین آمده روی خاک ایران، ولی بسیاری از مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردن که این یک شایعه است و خبر فرود چند موشک روسی در ایران از حد یک شایعه فراتر نخواهد رفت و کذب این خبر رو اعلام کردن. در ضمن دیدار قاسم سلیمانی با پوتین برای تعیین شرایط سوریه مسئله مهمی بود، این دیدار رو با اهمیت تلقی کردن ناظران بین المللی و بعد هم اعلام کردن که 40% تأسیسات و مواضع داعش توسط نیروهای روسی منهدم شده. این خبر رو ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو اعلام کرد. در هر حال این جنگ در واقع و یا این کوشش روسیه برای مقابله با داعش در سوریه یکی از خبرهای مهم هفته گذشته است. اعلام هم شد که 2000 سرباز در روسیه مستقر شد. آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم سفر برنامه‌ریزی خودش رو به آلمان به دلیل شرایط امنیتی در اسرائیل و کرانه غربی رود اردن به تعویق انداخت. هفته‌ای که گذشت باز هم کشتار و جنگ و درگیری بین و تنش فوق‌العاده طاقت فرسا در این منطقه افزایش یافت و چندین کشته و زخمی به جا گذاشت و باعث زد و خوردهای فراوانی در اون منطقه شد. آقای کریس کریستی نامزد جمهوری آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهور آینده آمریکا باید به دنبال تغییر نظام در ایران باشه، که خب این سخنانشون گروهی از ایرانیان رو که معتقد به این اصل هستن بسیار خوش آمد. سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مورد اینکه با آمریکا هیچ گونه مذاکره نباید انجام داد هفته‌ای که گذشت اون هم خیلی سر صدا کرد. خامنه‌ای گفتش که مذاکره با ایران از طرف آمریکا باز کردن راه نفوذ این کشور به ایرانه و اعلام کرد که مذاکره با آمریکا نه تنها هیچ نفعی برای ایران نداره، ضررهای بیشمار داره و این در واکنش به سخنان روحانی بود که خواستار این نزدیکی شده بود. و فرمانده سپاه هم پس از اینکه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت با آمریکا صحبت کرد، فرمانده سپاه هم سپاه پاسداران اصطلاح فتنه رو به انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و مذاکرات اتمی هم تعمیم داد و آنها رو اینها رو هر دو رو طرحی از آمریکا دونست. آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه از پرونده هسته ایران انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، اعتراض ها به نتیجه انتخابات سال 88 و جنگ ایران عراق به عنوان 4 فتنه بزرگ نام برد که به دست آمریکایی ها تعریزی شده. ادامه واکنش به حادثه منا در عربستان سعودی همچنان ادامه داره و در ایران و مسئولین جمهوری اسلامی بسیارانی این قضیه رو یک رویداد عمدی و ریشه و عامل اصلی اون رو آمریکا دونستن اعلام کردند و الان تحقیق ها و پژوهش ها برای اینکه آیا اصولا عربستان سعودی میتونه مراسم حج رو یک مراسم واقعا امن‌تری به مراسم امن‌تری تبدیل بکنه امکانش هست یا نیست در جریانه و خب باید دید که نتیجهش چجوری خواهد شد. وکلای بابک زنجانی که متهم به فساد نجومی است در واقع در ایران ادعا کردن که او حاضره که تمام بدهی‌های خودش رو پرداخت بکنه. می‌دونید که مدتی است دادگاه بابک زنجانی به رسانه ها برگشته و خبرش و اخبار مرتبط با اون مرتب منتشر میشه. خود آقای بابک زنجانی در اعتراض به این دادگاه و این حکم گفته آیا این عدالت است که سرمایه داران کشور به این روز بیفتد؟ جوابش رو خود دوستان در ایران حتما دارن که رو بدن.
یکی از نهادهای حقوق بشر هم اعلام کرد که از ابتدای سال میلادی جاری تا امروز 800 زندانی در ایران اعدام شدند که این رقم یکی از رقم‌های غیر قابل باوره در واقع، ولی خب اتفاق میفته. 4 وزیر دولت جمهوری اسلامی هم در نامه مشترکی که به تازگی به دست رسانه‌های داخل ایران و خارج رسیده به آیت الله روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران نسبت به رکود در بازار سرمایه داری هشدار دادند و بازار سرمایه و از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی هشدار دادند که اگر تصمیم سریع در این زمینه گرفته نشه، رکود در بازار به یک بحران بسیار جدی تبدیل خواهد شد. خبرهای در واقع هنری این هفته پیش نشد که این رو اعلام بکنیم، امروز باید حتما از این خبر یک اشاره بهش بکنم. هما روستا، هنرپیشه ایرانی که روزهای آخر عمرش رو در لس آنجلس در یکی از بیمارستان‌های این شهر می‌گذراند، دو هفته پیش تقریبا درگذشت در لس آنجلس و بسیاری از دوستان خودش رو متأثر کرد. استاد محمد رضا شجریان در قونیه کنسرت برگزار کرد و پرواز همای پس از 6 ماه درگیری با مسئولان برنامه‌های هنری و اطلاعاتی در ایران بالاخره روی صحنه رفت و نخستین کنسرت خودش رو پس از مدت‌ها در ایران برگزار کرد. و خبردار شدیم که واحه خوجانیان، نوازنده و استاد ویولون و رهبر ارکستر، در 17 سپتامبر در شهر رینو ایالت نوادا درگذشت. او از واقعا اکادمیسیان های بسیار با اعتبار و موسیقی‌دانان بسیار آگاه بین المللی بود و در ایران هم استاد ویولون و انسامبل و رهبر ارکستر هنرستان عالی موسیقی بود و از او به عنوان رهبر اولیه ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران صحبت کردند و نام بردند که برنامه رهبری برنامه افتتاحیه جشن هنر رو هم به عهده داشت. خب چقدر دیگه وقت داریم؟ تموم شده؟ خیلی خب، پس بفرمایید بقیه خبرام میمونه ولی یه زمان دیگه. اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد. همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-24-25 تماس بگیرید. در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با تلفن 1-800-320-24-25 تماس بگیرید. من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484. دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، سخنرانی در مورد راه‌های مقابله با بنیادگرایی اسلامی در دانشگاه سن برناردینو خواهد داشت. این سخنرانی روز پنجشنبه 22 اکتبر از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به همت مرکز مطالعات اسلامی و خاورمیانه دانشگاه سن برناردینو برگزار می‌شود و ورود با تهیه بلیط برای عموم آزاد است. دکتر شیرین عبادی به سبب تلاش‌های بی‌دریغ در جهت احیای دموکراسی و حقوق بشر به عنوان اولین زن ایرانی و مسلمان در سال 2003 موفق به کسب جایزه صلح نوبل گردید. به منظور شرکت در این سخنرانی و همچنین مراسم پذیرایی بعد از آن، با حضور دکتر شیرین عبادی، تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر به آدرس www.csusb.edu مراجعه بفرمایید. بهای بلیط شرکت در سخنرانی $20 و مراسم پذیرایی به علاوه سخنرانی $50 میباشد. پنجشنبه 22 اکتبر از 6 تا 8 بعد از ظهر، csusb.edu. شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟ غمی ندارم. یعنی غربت شما رو آزار نمیده؟ میداد ولی دیگه نمیده. منظورتون چیه؟ اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم. دیپرس؟ همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پر. مزه هم که نگو مزه بهشت. بهشت؟ عینک بزن نخوری بهشت.
وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد. خوش اومد. شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. بازتاب خبر. یاران، در این بخش از برنامه به سراغ یک بانوی ایرانی میریم که در پرونده فعالیت‌های خودش علاوه بر اینکه وکیل هست و به عنوان شغل و کار وکالت میکنه، ولی یک در واقع سابقه بسیار با ارزش فعالیت در زمینه‌های کنشگری حقوق بشر، روزنامه‌نگاری و همینجور استراتژی برای رسانه‌ها رو داره که در نتیجه او رو در این به ماها و یا سالهای اخیر به مدیریت ارتباطات یک نهاد غیر انتفاعی United for Iran رسانده و مهدی جاوید که از 16 سالگی از ایران خارج شده در آمریکا مشغول کار و تحصیل بوده و با ایجاد پروژه United for Iran و اون پروژه خاص Safe Activism یا مدیریت فعالیت امن یک پرونده‌ای رو و یا یک موضوعی رو باز کردن که برای بسیار از شما دوستان و شنوندگان عزیز حتما میتونه جالب باشه، چون اطلاعاتی که ایشون در اختیار ما خواهند گذاشت در این بخش از برنامه حتما در موردی به درد ما ایرانی ها خواهد خورد و بسیاری از کسانی که به فعالیت های سیاسی، فعالیت های امنیتی و فعالیت های در واقع حقوق بشری میپردازند. خیلی خوشحالم که ایشون در برنامه امروز ما هستن. خانم مهدی جاوید، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشا، خیلی ممنون که منو دعوت کردید. سپاسگزارم از اینکه دعوت منو قبول کردین و تبریک میگم بابت تمام این فعالیت هایی که دارید انجام میدید و به خصوص این پروژه بسیار با اعتبار و پر اهمیت سیف اکتیویزم و یا فعالیت امن که دوست دارم برای من و دوستان شنونده رادیو توضیح بدید که چگونه این پروژه رو اصلا به فکرتون رسید که ایجاد بکنید و چگونه ایجاد شد و الان در چه مرحله ای هست. صداتون قطع وصل میشه، اگه میشه یک ترتیب. همونجور که خودتون هم فرمودین، سازمان یونایتد فار ایران که مدیر و بنیانگذارش خانم فیروزه محمودی هستن، ما چند سالیست که مشغول برای آمار و شرایط زندانیان سیاسی در ایران هستیم. بله. و بر اساس و که و به نام دیتابیس زندانیان سیاسی ایران این کار انجام میشه. در راستای این کار و آپدیت نگه داشتن این دیتابیس، ما موفق شبکه گسترده‌ای از فعالین چه در داخل ایران چه خارج در تماس باشیم. بله. و از همون اوائل متوجه شدیم که این فعالین هم شکل فعالیتشون هم شکلی که به خطر میفتن متاسفانه شباهت زیادی به هم داره و اگر تجربیات اینها میتونست با هم به اشتراک گذاشته بشه، این آسیب هایی که معمولا اینا میبینن رو میتونن خیلی کمتر کنه. این طور بود که تصمیم گرفتیم که این جزوه رو تهیه کنیم و این فعالیت ها، تجربیات و توصیات این افراد رو به شکل مدون در بیاریم. خب، جزوی فعالیت امنم در نهایت هدف اولیش برای راهنمایی کنشگرانی که ایران در ایران الان در خطر هستن تهیه شد، ولی همینجوری که پیش رفتیم دیدیم که در ایران هم مثل جوامع استبدادی دیگری تعریف کنشگر تا حدی گسترده میشه. یعنی ما در ایران میبینیم که اصلا کاربران ساده اینترنتی، هنرمندان، اینا فعالین سیاسی محسوب میشن از طرف دولت و به زندان میفتن. برای همین در نهایت این جزوه میتونه خیلی فراتر از اون تعریفی که معمولا برای کنشگر سیاسی و مدنی ارائه میشه به کار شهروندان معمولی ایرانی بیاد.
اگر بخوایم میتونم یه در موردی که از متن جزوه. حتما دوست داریم که چند تا نمونه رو به ما بگید که چگونه این کارو میکنید و بعد مهمتر از همه اینه که به چه وسیله و چگونه این جزوه و این اطلاعاتی که دارید در دسترس عموم قرار میدید و به خصوص در ایران که خب پیدا کردن اطلاعات و دسترسی به اطلاعات به خاطر تمام این فیلترهایی که وجود داره کار آسونی نخواهد بود خانم جاوید. درست میفرمایید. در زمان تهیه جزوه حدود 30 فعال ایرانی که اکثرشون در سالهای اخیر در ایران هم فعال بودن، هم به زندان افتادن و از ایران خارج شدن، در تهیه‌اش به ما کمک کردن و یک تعدادی از فعالین که همچنان در ایران هستن به تهیه جزوه کمک کردن. این افراد خودشون در انتشار جزوه به ما خیلی کمک کردن، یعنی با شبکه هایی که دسترسی دارن به ما کمک کردن که این ما جزوه رو به دست خود فعالین برسونیم. ولی همچنین براش یک ویدیوی تهیه کنیم، یک ویدیوی در حقیقت تهیه کردیم که گروه بیشتری از جامعه رو به خوندن این جزوه تشویق کنیم. و همچنین قطعا با صحبت با رسانه ها. چیزی که در مطلبی که از شما خوندم اشارم شده بود که ویدیویی هم درست کردید، اون ویدیو چی هست خانم جاوید؟ ویدیو رو با کمک یک شرکت استرالیایی، یک شرکت تبلیغی هست، یک ویدیوی تهیه کردیم و تا حد هست که تفاوت به قول معروف دنبال نکردن راهنما در امور دیگه با دنبال نکردن راهنما و کنشگری رو نشون دادیم و من مطمئن نیستم اگه دیدیم یا نه، به اسم فعالیت هم در فیسبوک خیلی پربیننده بوده و هم شهروندان ایرانی هم در پربیننده بوده، هم از طریق شبکه توییتر ما خیلی دیده شده. میشه که آدرس های توییتر و سامانه نهاد خودتون رو و همینطور فیسبوکتون رو برای دوستانی که علاقه‌مندن که بیشتر اطلاعات به دست بیارن به ما بگید خانم جاوید، لطف کنید. بله برای دیدن صفحه فعالیت ام اگر همین صفحه وبسایت خودمون که هست United for Iran و شماره 4 unitedforiran.org برن، از همونجا میتونن به صفحه فعالیت ام برن و جزوه و اینفوگرافی که در این رابطه تولید کردیم رو میتونن ببینن. و اما در مورد صفحه فیسبوکمون، دو تا صفحه فیسبوک داریم، یکی به انگلیسی هست یکی به فارسی. خوب. انگلیسی رو United for Iran سرچ کنن، اولین چیزی که میاد سازمان ما، و بعدم اتحاد برای ایران برای صفحه فارسی. همچنین تویتر هندلمون هست @UnitedForIran4، هم دوباره عدد 4. بله. خب خیلی براتون آرزوی موفقیت میکنم، سپاسگزارم و واقعا جای سپاس فراوان داره از این کوششی که شما دارید میکنید برای یک امر خیلی مهم و اون هم کمک و یاری و دست دراز کردن برای دستگیری کنشگرانی هست که در مناطق ناامن کار میکنن. به نظر شما چقدر این پروژه میتونه جهانگیر بشه خانم مهدی جاوید و دیگران، نهادهای کشورهای دیگه بتونن از شما، از این پروژه شما الهام بگیرن و یا اینکه اونو کپی بکنن برای کارهای خودشون؟ ما این جزوه رو با توجه به تجربیات به خصوص و بیشتر کنشگران ایرانی تهیه کردیم، چون وقتی که در بخش تحقیق جزوه بودیم متوجه شدیم این جزوه در خیلی از کشورها وجود داره، خیلی از کشورهای دیگه. اما در نهایت همونطور که عقب گفتم تجربه فعالین و شهروندان در کشورهای استبدادی خیلی شدید، همه شباهت زیادی به هم داره و ما اینو برای گروه های مختلف فرستادیم، از جمله گروه های برمه‌ای و با رسانه های آمریکایی اینجا صحبت میکنیم که با گروه های دیگه که کنشگرها در کشورهای دیگه هم در تماس هستن و امیدواریم به کار اونها هم برسه. به خصوص که بخشی داره مثلا بخش امنیت دیجیتال که شما در هر کشوری باشین این قوانین یکسانه، و یا مثلا قوانین هست در مورد چگونگی حفاظت فیزیکی جسمانی یک کنشگر در زمانی که در معرض خطر هست. اینها میتونه در کشورهای دیگه هم بسه.
برای من جالبه که بدونم آیا برای موارد امنیتی در پروژه که شما در واقع به صورت یک دفترچه درآوردین و توصیه‌ای که می‌کنید، آیا زن و مرد، جنسیت اون کنشگر اهمیت داره؟ یعنی مسئله امنیت برای زنان یا مردان متفاوته با هم؟ این تقسیم بندی رو هم در نظر گرفتین در نوشتن این دستورالعمل‌ها و یا توصیه‌ها؟ بله، در زمانی که ما شروع کردیم تحقیق و مصاحبه با این فعالین، سعی کردیم فعالین مختلفی که در حوزه‌های مختلف و متنوع فعالیت می‌کنن در نظر بگیریم، از جمله فعالین زنان. در این راستا هر تفاوتی که این فعالین با هم داشتن رو ذکر کردیم. برای مثال یه چیزی که برای من خیلی جالب بود، تجربه زنها، فعالین زن در زندان با تجربه مردها خیلی فرق می‌کنه. نگهبانان در زندان مردها اصولا خیلی به قول معروف حرفه‌ای‌تر و با محبت‌تر با زندانی مرد رفتار می‌کنن. نگرانی اصلی فعالین باید از بازجوها باشه، نه از نگهبانا. این مسئله در مورد زندانیان زن به هر دلیلی خصومت خاصی با زندانیان زن در این دوره دیده میشه و اونها به قول معروف حتی در دوران خارج از بازجویی هم از آرامش چندانی برخوردار نیستند. و میشد حد زد که اصولا در کشورهای اینچنینی، چون جمهوری اسلامی، نگاه ها و نظرها نسبت به زنان حتما خصمانه تر از مردان خواهد بود. خانم مهدی جابی، چقدر از شما سپاسگزارم بابت وقتی که به ما دادید و اطلاعاتی که دادید. خیلی ممنون، لطف کردید. اگه اجازه بدید باز هم در فرصت های دیگر، اگر در این زمینه اطلاعات دیگری دارید، در اختیار شنوندگان این برنامه قرار بدیم با مهر شما. حتما خوشحال میشم. خیلی ممنون و سپاسگزارتون. روز خوبی داشته باشید. When we started this company, we had no idea that we'd end up here. I mean, we started out of a small shared office suite. I think we've expanded 3 times since then, but they were relatively simple expansions. Now it's like, wow, this is big. We got a lot of moving parts, a lot of things to consider. You know, we're at a level where we need our bank to provide more than just a loan. I expect them to understand the market and our growth plans, to help us make smarter decisions about our real estate financing options. You know, make sure that we're expanding for the future and not just the present. I expect my bank to help my business thrive. When you're ready to grow, come to Comerica. From expansion to refinancing to new construction, our dedicated relationship managers can help you optimize your growth opportunities. To learn more, contact your nearest Comerica Banking Center and raise your expectations of what a bank can be. Comerica Bank, member FDIC, equal opportunity lender. همین یک شنبه از ساعت 12 تا 12:30 بعد از ظهر، دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان بعد از تصادفات اتومبیل و کاهش وزن با شما گفتگو خواهند کرد. همین یک شنبه از ساعت 12 تا 12:30 بعد از ظهر با دکتر مهناز عظیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایرواین با بیش از 25 سال تجربه، کودکان ایرانی آمریکایی را با اصول زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن و فرهنگ ایرانی در محیطی با استاندارد آموزشی آشنا می کند. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-853-3325 با خانم هوری قهرمانی تماس بگیرید. زبان شیرین فارسی را به یاد داشته باشیم. سلام دوستان عزیز، من شان همایون، جنرال منیجر تویوتا سانتا مونیکا هستم. من با تاکید بر اهمیت خدمات فروش کاستمر سرویس، با تیم فارسی زبان خود در قسمت فروش خدمات لازم را در اختیار شما همزبانان قرار می دهم. تویوتا سانتا مونیکا در شهر زیبای سانتا مونیکا در سانتا مونیکا بولوارد پذیرای شما عزیزان است. تویوتا سانتا مونیکا یکی از قدیمی ترین نمایندگان فروش تویوتا در لس آنجلس و یکی از بهترین فروشندگان هایبرید در سراسر آمریکا از شما دعوت می کند برای تجربه کاملا متفاوت سری به تویوتا سانتا مونیکا بزنید. تویوتا سانتا مونیکا در 801 سانتا مونیکا بولوارد در شهر سانتا مونیکا. تلفن 424-286-2949 424-286-2949 و وبسایت toyotasantamonica.com 424-286-2949. That's 424-286-2949. Toyota Santa Monica.
این قسمت از برنامه را هتل 4 ستاره هیلتون گلندل به شما تقدیم می‌کند. لطفاً برای اطلاعات و رزرو هتل با خانم شانته تماس بگیرید. 818 551 4015. KIRN از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. یک هنرمند، یک اثر. خب یاران عزیز، در این بخش از برنامه به سراغ یک بانوی جوان هنرمند ایرانی میریم که مدت زیادی نیست که از ایران به لس آنجلس، به شهر فرشتگان آمدند و فعالیت ها و در واقع پیشینه هنری خودشون رو به این شهر آوردن و به مجموعه هنرمندان ایرانی ساکن این شهر افزودند. خانم یاسمن مرادی شریف که در واقع طراح و گرافیست هستند و همینطور یک نقاش و کارهای هنری متعددی رو انجام دادن و به معرض تماشا گذاشتن، ولی آخرین کارشون و آخرین نمایشگاهشون از روز 4 اکتبر امسال گشایش یافته و تا چند هفته در معرض دید شما دوستان علاقمند قرار خواهد داشت و به همین دلیل فرصتی مناسب پیدا کردم که با ایشون یه گفتگویی بکنیم در زمینه این نمایشگاه جدید که با نام Her Inner Roomy در واقع روی صحنه داره میره و رفته و در معرض تماشاست. خانم یاسمن مرادی شریف از دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ، دارای لیسانس و فوق لیسانس هنرهای گرافیک و هنرهای دیگر هستند و در شهر لس آنجلس هم با همسر گرامیشون آقای کامران شریف که ایشون هم یک مجسمه ساز به نام هستند، گالری هنری شریف یاس آرت استودیو رو دارند و همیشه در این گالری شاهد کارهای هنری فوق‌العاده زیبای این زوج هنری هستیم. خانم یاسمن مرادی شریف، صبح شما بخیر. سلام، صبح بخیر خانم ها سرشار عزیز. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه صبحانه با هما سرشار، همراه با تبریکات صمیمانه برای این نمایشگاهی که در این هفته و هفته آینده در شهر لس آنجلس، در واقع در شهر سانتا مونیکا از شما شاهد خواهیم بود. کمی در مورد این نمایشگاه با ما صحبت بکنید چون که موضوع جالبی داره. بله، خیلی ممنون، مرسی. نمایشگاهی که الان هست در واقع توی سالن اسمش از فورس هال مال کمیونیتی چرچ هست. این نمایشگاه یه کلکتور بر من کیوریت کرد. بله. و چون موضوعش بالاخره رومیه، خب همونطور که میدونیم رومی کاملا شناخته شده است اینجا، بر منم جالب بود که ایران که بودم نمیدونستم اینقدر اینجا، میدونستم که خب بالاخره رومی شخصیت جهانیه مثل همه شاعرهای دیگه، اما برای اینکه تو امریکا اینقدر شناخته شده است و راجع بهش مطالعه میکنن تا این حد نمیدونستم. بعد از اینجا شروع شد که کل این مجموعه اینطوری بودش که من یه بار یه سفارش کار گرفتم و یکی از کوتای رومی، سفارش دهنده هم ایرانی نبود و خب این باعث شد که شروع کنم یه مجموعه به بهانه اون کار کردن، غیر از اون یه کوتی کردم خواست براش تصویر سازی کنم، من تصمیم گرفتم یه مجموعهش کنم. در این مجموعه‌ای که الان به نمایش گذاشتین، اونطوری که در واقع در نقد کارتون نوشته شده، حضور خودتون توی تمام کارها هست، یعنی یک ارتباط درونی بین شما و مولانا یا به گفته امریکایی ها رومی یا به گفته خود ما فرق نمی‌کنه، به چندین نام مولانا، رومی، جلال الدین رومی یا همه این اسامی که به او داده میشه، یک ارتباط در واقع عاطفی عرفانی بین خودتون و رومی رو برقرار کردید و حضورتون تو همه این کارها مثل که دیده میشه، درسته؟ بله، به خاطر اینکه کلن موقعی که من میخوام تصویر سازی کنم، نمیدونم حالا چه دلیل داره، و ناخودآگاه همیشه خودم، پرسه خودم توی کارام هست.
این دفعه مخصوصا به خاطر اینکه رومی بالاخره یه شخصیت خیلی دوست داشتنی همیشه برای من بوده، همیشه با صرف نظر از اینکه بخوام کسی برام تفسیرش کنه یا کسی برام در مورد صحبت کنه، خودم همیشه یه جور دیگه ای این موقعی که رومیو میخونم یه درک و احساس دیگه ازش دارم، یه ارتباط خیلی نزدیکی باهاش میتونم برقرار کنم. یه جورایی کار کردن این مدلی که خودم هم توی کار خودم باشم موقعی که دارم راجع به رومی کار میکنم، یه جوری میتونم بگم کار بر من راحت از این نظر که نه که آسان‌تر، از این نظر که قابل فهمتر میکنه، منظورم رو راحتتر میتونم بیان کنم. بکنم اصلی ترین دلیلی باشه که تو همین کارم خودم هستم. خانم یاسمن مرادی شریف، شما در کارهای هنری که انجام میدید کارتون رو با در واقع طراحی کتاب‌های کودکان شروع کردین، ولی گستره کارهای هنری که انجام میدید گوناگونه، یعنی هم کار گرافیک میکنید، هم کار نقاشی میکنید، هم کار در واقع ساختن نمیدونم اون اسمشو چی بذارم، نمیخوام بگم جواهرات چون کار، ولی تزیینات مختلف رو هم انجام میدید که همش کارهای هنری است که گوشه هایی از علاقه و تسلط شما رو به در واقع به هنر نشون میده. چگونه بین این چند انتخابی که دارید حرکت میکنید و سفر میکنید؟ در چه مواقعی کار گرافیک میکنید؟ در چه مواقعی چیز میسازید؟ در چه مواقعی میکشید؟ نقاشی میکنید؟ ببین، برنامه کار گرافیک کردن من یه خود برمیگرده به موقعی که تو ایران بودم و داستان وارد دانشگاه شدن های ایران که همیشه یه رقابتی میکنه با چند میلیون دانش آموز و برهان اون رشته یو که قبول میشی میتونی اجازه که بری درس بخونی یا بمونی یک سال بعد دو سال بعد. من همیشه علاقه اصلی به نقاشی کشیدم و تصویر سازی بوده و خب رشته گرافیک این شاخه رو تو ایران و حتی اینجا داره. بله، من فارغ التحصیل گرافیک هم ولی مشخصا تو رشته گرافیک همیشه تصویر سازی رو دنبال کردم به خاطر اینکه به علاقه اصلی من که نقاشی بود تقریبا هیچ فرقی نداره، نزدیکترین رشته به نقاشیه. و بعد همیشه تو کاره من تصویر سازی بوده و هست، اصلا من تصویر سازم و ساختن بالاخره نمیدونم چون ویندو یا به قول خودمون ویترین که برای مغازه ها ساخته میشه، به زبان خیلی ساده تر بخوام بگم که البته اینجا میشه دیسپلی دیزاین، یه رشته خاصه ولی تو ایران ما همچین چیزی نداریم، اصلا همچین رشته تو ایران وجود نداره. موقعی که اومدم اینجا تو این رشته ادامه دادم درسم و باز هم به خاطر اینکه مبنای اصلیش تصویر سازی، برای من یه تصویر سازیه که فقط ساخته میشه و توی قاب بزرگتر به نمایش در میاد برای نشون دادن چیز دیگه، برای نشون دادن یه شی که میتونه هر چیز زینتی یا پوشیدنی باشه و خب یه مقدار زیادش هم نتیجه زندگی کردم باید مجسم سازه کنم. در هر حال زوج مکمل همدیگه هستین و کاراتون با همدیگه حتما به دلیل زندگی که با هم میکنید روی هم به نوعی هم تاثیر میذارید، ولی کار فوق العاده زیبایی رو انجام میدید. امیدوارم که دوستانی که الان دارن این گفتگو رو میشنوند فرصتی پیدا بکنن که به دیدار کارهای شما بیان. این نمایشگاه دوستان عزیز از روز 4 اکتبر آغاز شده، روزهای یک شنبه ماه اکتبر، هر 4 یک شنبه ماه اکتبر برای عموم آزاده، رفتنش باز و آزاده، در فوربس هال یونیتریان یونیورسالیست، یک کامیونیتی چرچی است که در سانتا مونیکا واقع در 1260 خیابان 18 در شهر سانتا مونیکا. شماره اطلاعات این محل هم هست 310-829-5436 و اگر که دوست داشته باشین که قبلا قراری بذارین، چون امکان این که مثل این که هست که با قرار قبلی هم به دیدار شما بیان روزایی که باز نیست خانم یاسمن خانم، درسته؟ بله، البته فقط یک شنبه ها نیست، تمام طول هفته رو میتونن برن. اگر که تماس بگیرن با اپایمنت تمام طول هفته رو میشه همون. بله، برای با قرار قبلی رو میخواستم که اگه محبت کنی شماره تلفنشو بفرمایی.
با چه تلفنی میتونن تماس بگیرن اگه بخوام با شما قرار بذارم؟ با شماره تلفنش توی خود اناونس این شماره تلفنی که در اناونسمنتش هست 310-829-5436 درسته؟ بله خانم نانسی. خانم نانسی 310-829-5436. به همه شما دوستان عزیزی که به هنر علاقه‌مندی تشویقتون میکنم به دیدار یاسمن مرادی برین برای نمایشگاه اخیر او، تازه‌ترین کارهاش با عنوان My In Roomy در گالری The Gallery Wall Forbes Hall. براتون آرزوی موفقیت فراوان میکنم تا امیدوارم که کارهای دیگری که به تدریج ارائه میکنید رو فرصت اینه داشته باشیم که از این برنامه به اطلاع دوستان برسونیم و با شما هم هنوز گفتگوهای دیگری داشته باشیم. خیلی ممنونم. ممنونم یاسمن خانم مرادی شریف. سلام فراوان ما رو خدمت همسر گرامی و هنرمند عزیزمون کامران شریف هم برسونید. بزرگتون میرسونم. بازم ممنون. روز خوبی داشته. روزتون سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید. برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137. کایشین. از کایشین چه می دانید؟ کایشین بهترین و سالمترین رستوران چینی در مالیبو، اصیل ترین خوراکای چینی زیر نظر دو سر آشپز معروف چین، آقایان لی و ژنگ. کایشین تایید شده از سوی کمپانی زاگات. اغلب غذاها از مواد ارگانیک و سالم بدون ترانسفت و با میزان کم سدیم تهیه می شوند و روغن مصرف شده هرگز مورد استفاده دوباره قرار نمی گیرند. غذای خوب، محیط زیبا و سرسبز در ساحل اقیانوس آرام. کیترینگ و دلیوری پذیرفته می شود. کایشین مالیبو در مالیبو کالونی پلازا، خیابان پی سی ایچ، روبروی دانشگاه پپردان. 310-317-9777 310-317-9777. کایشین مالیبو. من فقط برای کایشین مالیبو میرم. روز زیباتون به شادی. همراه من باشید تا طعم آرامش و سلامتی رو با هم تجربه کنیم. روزهای سه‌شنبه 12 ظهر همینجا. یاسمن گلچین، کارشناس EFT، تکنیک رهایی ذهن. چرا اینقدر پریشون و دسپریتی؟ مشکل مامان بابام از یک طرف، ننی برای بچه‌ها از طرف دیگه کلافم کرده. ای بابا خبر نداری؟ ملودی از اینفینیتی بدون مشکل برای بچه‌ها، ننی برای مامان و بابا کرگیور پیدا میکنه. راست میگی، همون ملودی خودمونه که بهترین ننی‌ها و پرستارا رو پیدا میکرد. تازه اگه کارم نداشتی، به عنوان پرستار و ننی برات کار پیدا میکرد. آره همون ملودی رو میگم دیگه. شماره تلفنش یادداشت کن. 818-745-1010 818-745-1010. این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟ بله آقای دکتر، من اینجا. تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه. بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟ بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه. حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش. نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی. دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99. عزیزم من کیم؟ کامران یدیدی. درونم منقلبه، هیجانی دارم که بیشتر به نروس بودن شبیه. تا اونجا که یادم میاد همیشه این حالت رو داشتم و هنوزم دارم بعد از این همه سال، ولی میدونم
که دیدن شما، خوندن برای شما، آرامشم رو به سرعت به هم برمیگردونه. ABC Live in Orange County 7 نوامبر. تلفن تماس 949-356-6570. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی. یعنی 22 نوامبر روز جهانی کودک. بنیاد کودک و یونیسف یه جشن بزرگ گرفتن. موسیقی، شو لباس، رقص، همش هم خودمون اجرا میکنیم. آدرس: کتابخونه شهر کلبسه. ساعت 2 تا 4. سوال داری؟ بنیاد کودک 310-453-0809. ما میخوایم همه بچه ها دنیا بتونن درس بخونن. بیاین در کنار هم به اونا کمک کنیم. childfoundation.org. آیا می خواهید از شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا مطلع شوید؟ آیا مایلید شانس پذیرفته شدن در دانشگاه مورد نظرتان را بالا ببرید؟ شاید هم به اطلاعات وام ها، بورس های دانشگاهی و آخرین تغییرات تست هایی نظیر امکت نیاز دارید. دکتر پروین شهلاپور با برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان هر شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. AM Los Angeles. صدای شعر امروز با دکتر ماندانا زنگیان. جای کار نمی لنگد. آدم ها همینند که هستند. می خواهی به جنگی به جنگ، می خواهی تسلیم شوی تسلیم شو. به هر حال پشیمان می شوی از کارهای کرده و کارهای نکردت. زندگی همین است که هست، فرقی نمی کند از کدام راه بروی. همیشه راهی که نرفته ای وسوست می کند و چراغ‌های خاموش مدام برایت چشمک می‌زند. چشم‌هایت را هم اگر ببندی، باز خاموشی این نور کورت می‌کند. لااقل چشم‌هایت را باز کن. خودت را در آغوش بگیر. در آغوش بگیر خودت را و بخواب. این تنها چیزی است که داری، دستهایت. اگر باور نکنی تنهایی را، مثل مترسکی که در باد تکان تکان می‌خورد، دستهایت آشیانه کلاغ‌هایی می‌شود که چشمانت را ربوده‌اند. هنگام هویدا، شاعر، مترجم و پژوهشگر در گستره زبان و ادبیات فارسی، زاده سال 1357 خورشیدی در تهران و دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی است. از هویدا دو مجموعه شعر با عناوین بن‌بست مادمازل سرخاب و فرار از پله‌های اضطراری در دست است. تازه ترین اثر خانم هویدا، ترجمه گزیده ای از اشعار معاصر فرانسه به زبان فارسی با عنوان یکی از ما دو نفر غایب است، در حال حاضر در دست انتشار است. هنگام هویدا ساکن تهران است. شما به خیر خانم هنگام هویدا در تهران. به برنامه صدای شعر امروز خوش آمدید. خانم هویدا، بعضی تحلیلگران ادبی از جمله دکتر شفیع کتکنی معتقدند یکی از ویژگی‌های مهم شعر خوب یا هر متن خوب بر جای ماندن یک خط، حس یا
یک تصویر از اون در حافظه خوانندش و در یک نگاه فراگیر در نهایت در حافظه جمعی جامعه است. خب نمونه های بسیارش رو هم میشه آورد، از شعر رودکی تا شعر فروغ یا سپهری نمونه ها بسیاره. نظر شما در این باره چیست و خیلی سپاسگزار میشم اگر در یک نگاه باریکتر بیشتر بر شعر امروز ایران، یعنی شعر نسل جوان ایران متمرکز بمونید. فکر میکنم در بررسی اثرگذاری و ماندگاری یک شعر جدای از عوامل موسیقایی، فرمی یا زبانی و مفهومی، بیشتر از هر چیز دیگه ای این شرایط جامعه شناختیه که اهمیت داره. این روزا هر شاعری قادر مخاطبی داشته باشه و همینطور یک حوزه تأثیرگذاری مخصوص به خودش. اما مسئله اینه که این تأثیرگذاری هم محدوده و هم کم رمق. و از اونجا که شاعر این روزها دیگه موجودی در ساحت نمادین و مقدس نیست، کسی که در شبکه‌های اجتماعی حضور داره و حتی با مخاطبینش چت میکنه، ازش نمیشه انتظار حضوری پیامبرانه توی زندگی و ذهن مردم داشت. این شاعر برای راضی نگه داشتن همین مخاطب کم شروع میکنه به سرودن شعری که من اسمشو شعر فست فودی میذارم. شعر فست فودی در اسرع وقت و در کمترین زمان بدون هیچ دشواری مخاطب رو سیر میکنه و حافظه کوتاه مدتش رو انباشته. اما ازش انتظار تأثیر عمیق، پیوسته یا جریان ساز نمیشه داشت. خانم هویدا، زن بودن در بیشتر موارد اونقدرها در شعر شما دست نمیبره که شعرتون هویت یا دغدغه زنانه پیدا کنه. شعر شما به نظر من شعر معترضی است، معترض به بسیاری از مسائل هستی در هر جای جهان، یعنی یک شعر بومی و معترض به موضوع خاصی نیست. آیا روایت این کاستی ها و اعتراض به اونها که در شعر شما زیاد دیده میشه در خود شما با امید همراهه؟ به رغم این که من همیشه سعی میکنم توی شعرم نوعی صراحت داشته باشم و فکر میکنم چنین صراحتی هم معمولا گزنده و تلخ یا گاهی خیلی سرد و تاریکه، اما اون چیزی که هست در واقع اینه که فرایند شعر گفتن فرایندیه که با امید همراهه. هستی شعر هستی امیدوارانه ایه که از زهدان مرگ مداوم شاعر خودش پا به حیات میذاره و برای همین هم شعر فارغ از هر رویکردی که داشته باشه در همه حال این تناقض رو مثل یک عنصر ذاتی با خودش حمل میکنه. خانم هویدا، زبان شعر شما زبانی ساده است، زبانی آسانیابه که به ویژه در دستور زبان فارسی دست نمیبره، ولی از سوی دیگه شعر شما در بیشتر موارد به مضامین و مفاهیم پیچیده فلسفی میپردازه و به اصطلاح آشنازدائی یا ساختار شکنی به اصطلاح امروزی در شعر شما در مفهوم اجرا میشه تا در اون لایه سطحی زبان. آیا این اجرای آگاهانه است؟ تقریبا بله. در واقع این شکل از اجرای شعر تجربه‌ایه برای من که درش به دنبال رسیدن به یک جور نظام زبانی فکریم توی یک چارچوب کاملا هدفمند، در این حال ساده، فارغ از این که اصلاً تا چه اندازه توی انجام همچین کاری موفق بودم. خانم هویدا، شما ویژگی پررنگ شعر امروز ایران رو در چی می‌بینید؟ فکر میکنم مهمترین ویژگی شعر امروز ما اینه که شعر امروز ما شعر مواجه هست، هم در برخوردش با زبان و هم در برخوردش با دنیایی که قرار بازنمایی کنه. شعر کسالت، شعر شتاب زدگی و البته متاسفانه به شدت گرفتار نوعی تکرار که این هم باز خودش به نوعی بازنمایی وضعیت انسان قالبی و شبیه سازی شده همین روز هاست. بله متوجهم. خیلی ممنون خانم هویدا. در انتهای برنامه خواهش میکنم یکی از اشعار خودتون رو به انتخاب خودتون برای ما بخونید. شعری میخونم به اسم پنج شنبه های آتش بس. یادت نیست دختر جان، مادرها را بستیم و پنجره ها را و هنوز صدای تیراندازی از خیابان به گوش میرسید. پنج شنبه های آتش بس سکوت میکردیم و همیشه یکی از میانمان می رفت. تو یادت نیست دختر جان، مادران شبها پر
پشت تنهای دوستانمان سنگر می گرفتیم و دیوارهای خانه دستهایش را روی سرمان می آورد و خم می شد. ما به آن رفتنها عادت داشتیم و به آن فرو ریختن ناگهانی دیوارها، به بالا رفتن پرچمها عادت می کنی دختر جان و به پایین کشیده شدنشان و به دوستانت که کم کم دشمن می شوند و خاطراتت را آنگونه که می خواهی تعریف می کنی. اسفاد حجم خود را از دست می دهند و خیابان انگار پرتگاهی باشد گذشته را در خودش فرو می برد. اما وقتی دور می شوی، وقتی داری از اینجا دور می شوی دختر جان، همیشه یک سایه جای تک تک دیوارهای فرو ریخته، جای تک تک دوستانت روی زمین می لنگد و از پیت می آید. سپاسگزارم خانم هنگام هویدا در تهران. لس آنجلس. پیامی از رادیو ایران. ما ایرانیان به طور سنتی ریخت و پاش، دور ریختن و هدر دادن را دوست نداریم. هم نسلان من یادشان هست که بازیافت یا ریسایکلینگ همیشه در ایران رایج بود و ما نیز چنین فرا گرفتیم. اکنون که کالیفرنیا به دلیل خشکسالی نگران کننده نیاز به همفکری و یاری ساکنانش دارد، ما ایرانی تباران نیز باید همراه با سایر شهروندان این ایالت در مصرف هرچه کمتر آب بیشترین همت و توان خود را به کار گیریم تا این سرمایه گرانبهای دور از دست سرس را هدر ندهیم. امروز آب را حفظ کنیم تا فردا شرمنده فرزندان خود نشویم. حفظ آب، حفظ زندگی است. رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون. اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71. حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون. هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست. از این سوی زمین تا آن سوی زمان، گذری بر گستره جهان با دریچه، برنامه ای از بنفشه سوده، هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. KIRN 670 AM. چه زیباست زمانی که زندگی با آسودگی خاطر سپری می شود. برای داشتن چنین احساسی، داشتن بیمه انتخابی است. به جا بیمه صوفی 818-933-0000، لایسنس نامبر 0F00747. می دانید که با روزی $1 که سالی 365 دلار می شود، می توانید به هزینه درمان 3 ماهه یک کودک مبتلا به سرطان در بیمارستان محک کمک کنید. روزی $1. همه ما توان کمک روزی $1 را داریم. برای تماس با دفتر ICC 949-679. یک شنبه 8 بامداد از KIRN. هن ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو. Broadcasting live from Universal City, California.
This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. خب یادان به ساعت دوم برنامه امروز شنبه دهم ماه اکتبر 2015 میلادی برابر با 18 مهر ماه 1394 خورشیدی خوش آمدید. چای دوم، سوم، هر چند دیگه هست و بریزید. اگه اهل قهوه یا اسپرسو هم هستید آماده باشید. میخوایم بریم سراغ یک کارشناس اسپرسو. یک شات اسپرسو با فریبرز داوودی. حضرت آقای فریبرز داوودی. سلام خانم آقا سرجان بزرگ ارتش داران. احوال شما چطوره؟ ما شما رو به عنوان متخصص بزرگ اسپرسو معرفی کردیم. بله خدا شکر ما توی یه چیزی متخصص شدیم. قربان می‌خواستیم جراح مغز بشیم نشد، آخرش تو اسپرسو رفتیم. خیلی لطف کردید. دنیای بدی هم نیست، خیلی دنیای باصفاییه. بله خب بعضی اینا که قهوه می‌فروشن که خیلی خوبه، آقای استارباکس که بیلیونر شده و کافی بین و پیت کافی و اینا همه ماشاءالله شعبه می‌زنن. کاش که منم برم قهوه فروشی باز کنم. خب یه ذره دیر به فکر افتادی دیگه، در هنرمند مشهوری شدین و هنرپیشه مشهوری، قراره که مثل که جایزه چیزی هم بگیرین و دیگه اون وقت خیلی دیگه نمیخواد به قهوه درست کنین. قهوه مال اون موقعی بود که ستاروینگ ستودنت بودین. یادش بخیر، به خدا چه لذتی داشتم موقع. خانم سرشار حالتون خوبه؟ شما شنگول و منگول و میزونین امروز؟ شنگول و منگول و هپی انگور. بله بله، من امروز سه رقم در ذهنمه و این رقم ها رو نمیتونم از ذهنم خارج کنم و اون رقم ها هست 36 24 36. خب اینا چه معنی داره؟ جایزه بذارین از شنوندگانتون که هر کسی حد زد که این چیه. خب یک بلیت برای تئاتر بعدی من در ته سالن بهش میدید. 36 24 36 به بلیت در ته سالن بهش میدید. اینم شاید اسم... اولین حدثی که مثلا وقتی شما سه رقم بهتون میدن 36 24 36 بذاریم بریم تو زمین ناخودآگاه ببینین اولین حدثی اندازه مثلا... بدن یه زن. آخ الهی من قربون و مغز شما برم. حالا بعضی ها ممکن بگن مثلا این رمز گاف صندوق نمیدونم آقای خامنه ایه، ولی نه درست میفرمایید، اندازه بدن یک اندازه های مختلف. اندازه های خیلی اندازه متداوله. خب این اسم تئاتر جدیدتونه این؟ دخ قربان این آها. ممکنه اندازه های فرست لیدی بعدی امریکا باشه. خانم ملانیا ترامپ، همسر آقای دونالد، به قول ما ایرانی ها ترامپ. دونالد ترامپ. من فریضه داشتم اخبار میدیدم، دیدم که دونالد ترامپ و زنش و دخترش اومد و گفتم خب خودمونیم، همیشه وقتی در انتخابات وقت انتخاباته فرست لیدی مملکت هم نشون میدن و خب این یه مقدار در رأی‌گیری مرد کمک میکنه که خب قراره کی بیاد توی کاخ سفید نشست و برخاست بکنه با رهبران طول 4 سال یا 8 سال آینده. بله. قیافش رو ببینه مرتب. بله. خب این خیلی مهمه. خیلی. بعد دیدم که خودمونیم، اگه میشه تو رادیو بگم عجب لوبتیه، چه تیکهیه بابا. خانم فرست لیدی امریکا اگر خانم ملانیا ترامپ بشه خب کلی ما ممکنه حذف کنیم اخبار ببینیم خوشمون میاد، به جای اینکه مثلا یه زن زشت مثلا کج و کلهی خدای نکرده. البته من به هیچ وجه قصد این که سکسیست باشم ندارم. نه ابدا، هیچ معلوم نیست از این حرفایی که داریم. من تحسینگر زیبایی هستم واقعا. خود دونالد، دونالدم بعد چند سال یه بار زن عوض میکنه، برای اینکه خب بالاخره مدلش عوض میشه دیگه، آدم باید چیزی دگر دیگه بهتر. این اسم آقای ترامپ یه جوری میگه که آدم یاد دونالد بله اون دونات شیرنی میفته. دونات که وقتی که هیچ شباهتی با ایشون نداره. مکدونالد. مکدونالد آه راست میگی، مکدونالد. آره این ملانیا ترامپ اگه خب. بیاد تو وایت هاوس قوقا میشه به نظر من، یعنی دیگه مجله ها. شما این افکارتون رو و این قوه تخیلات وحشی و رهاتون رو رها کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اولا رها با وحشی خیلی فرق داره. خیلی خواهش میکنم صبح اول صبحی با بد و بیرا لگی. نه وحشی از بابت خوب با معنای خوب گفتم، یعنی رهاش کنید دیگه، هیچی مثلا افسار مرسار نبندید. رها میکنم، رها شد. خب
جالبه که مثلا ایشون کی بوده. اولا که مثلا میگن دونالد ترامپ با خارجی ها مخالفه و با ایمیگرنت ها یا چی میگن مهاجرها اشکال داره، ولی خب خانوم خودش یک لحجه غلیظ اسلوونیایی داره. مثلا اسلوونیا کجاست؟ کشور جدید چند وقته بوده؟ مثلا محصولات کشاورزیشون چیه؟ حالا واقعا با این شماره هایی با این شماره هایی که دادید آقای، مسئله خود اسلوونیا خیلی اهمیت داره. نه خب. ولی خب ببینید آدم مجسم میکنه مثلا فرست لیدی بالاخره. خب اولا ایشون مدل حرفه‌ای بوده، خب در عکسش روی مجله های مثل ووگ چاپ شده، در سویم سوت پیکتوریال سپورت ایلستریتد بوده، یکی از بزرگترین افتخاراتیه که نصیب یک مدل و یک زن میشه از نظر مثلا اندازه‌گیری زیبایی اون شخص. دوباره میدونم که این حرفا رو بعضی ها به سکسیزم ربط میدن و میگن که این ما داریم زنها رو به عنوان یک چیزی برای فقط زیبایی در موردش صحبت میکنیم، ولی خب بالاخره اینجا دنیای غربه و واقعا بعضی از خانم ها پول زیباییشون رو در میارن و یا ورزشکارن یا اینو بالاخره مهمه ما غربی شد. نه حسن خانم ملانیا گفتین اسمشه؟ بله ملانیا. ملانیا. بله ملانیای ترامپ این هستش که ایشون قبل از اینکه ثروت آقای ترامپ به دادشون برسه و خوشگلشون بکنه، خودشون خوشگل بودن به طور طبیعی. این خوبه. بله ولی در عکسایی که میبینیم مثل اینکه یک تغییرات فیزیکی در ایشون به وجود اومده بعد از زایمان. یعنی اون سایز 36 سینه ای رو که من مطرح کردم یه سو علامت سوال گذاشته رو گوگل که این چنوز مشخص نیست، چون مثل که بعدها به 38 تبدیل شده در بعضی از ای بابا عجب اگه ایشون آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، ما مشکلمون خیلی مشکل اساسی در ابعاد و این چنین چیزا باید همینجور بگه اصلا دنیا رو ولش کنیم دیگه. دنیا که کار اینا نیست که شما مثلا میگونید که خانم روحانی در کار دنیا دخالت میکنه، خانم صاحبه روحانی هستن. حالا من می‌خواستم اینا رو البته زود داریم میریم اونور، ولی من آخرش می‌خواستم برسم به فرست لیدی های دو پرزیدنت اخیر ایران رو هم با مثلا خانم ملانیا ترامپ یکم مقایسه کنیم. خیلی جالب میشه. اول خدمتتون عرض کنم که اصولا فرست لیدی های امریکا زیبا نبودن. وقتی عکس‌های اینها رو نگاه می‌کنید، عکس‌های قدیمی‌تر، خیلی هاشون شبیه زن‌های ناصرالدین شاه که شاید دیدین در ایران یک موزه بود از عکس‌های از اون صد و خورده زن‌های ناصرالدین شاه که تقریبا همه مرد بودن و سیبیل‌های بسیار کلوف، بعضی حتی ریش هم داشتن. حالا نمیدونم دوربین‌های سیاسفی تو اون موقع سایه روشن خراب می‌گرفته یا اینکه اینا مرد بودن، که من یادم به دوستم گفتم که خب این بیچاره برای همین 100 تا زن گرفته دنباله یه خوشگل می‌گشته هی گرفته تا خوبش پیدا کنه. نه اون زیبایی معیار زیبایی در اون زمان این بوده. بعضی از این زنام که موی صورتشون زیاد نبوده با مداد و سرمه و وسمه و نمیدونم از این مخلفات سیبیلی پشت لب خودشون می‌ذاشتن. بله این خب ببینید آخه بالاخره مد ما زنان و شما مردان رو چجوری باید اسیر خودش بکنه، این که هر چند سال یه مرتبه یه چیزی رو رایج بکنه که ما بتونیم بریم دو مرتبه پول خرج کنیم، یه روز ابرومون سر بالا باشه، یه روز ابرومون سر پایین باشه، یه روز دیگه من سیبیلشو نمیذارم. میگن ناصرش مثلا بزنیش بده بیا قربون اون سیبیلت دارم، بیا بشین یه چای با هم بخوریم، لایف فدای اون ریشت بشن خدیجه خانم. خلاصه این خانم چیز هم مدل بوده هم جواهر دیزاین کرده، یعنی واقعا لیاقت اینو داره که بره در کاخ سفید و به قول شما قبلا هم زیبا بوده. میخندین برای اینکه گفتید هم مدل بوده هم جواهر دیزاین کرده پس لیاقت اینو داره که بره کاخ سفید. ما فکر کردیم لیاقت کاخ سفید چیزهای دیگه است. خب مثلا چی باید از من وکیل باشه بابا شما دیگه گذشت اون دوره زمان که زنها باید تحصیل میکردن. عملی شد قضیه. بله تموم شد رفت. حالا قد به خانوم بگم 5 و 11. خب اینا رو ما باید بدونیم که وقتی میخوایم رای بدیم اینا رو باید دقت کنید. 5 فوت و 11 اینچ یعنی هم قد بنده هستن، یعنی با کفش از من یک سر گردن بالاتر میره. خب چشم ها آبی به به، مو قهوه‌ای به به، وزن فقط 137 پوند بازم به به. خب حالا خانم میشل اوباما ایشون هم درست 5 و 11 هستن ولی 170 پوندن ماشالله. بله چطور ایشون تقریبا 30 پوند سنگین تر از خانم ملانیا هستن؟ برای اینکه میجرمنت خانم میشل اوباما هست 30
36 28 39 یعنی از یه جایی که پایین تر رفته یه ذره عرضی رفته و هیکل مخروطی دارن ایشون. بله یعنی چیز شده یه ذره یه اضافه وزن در یکی از جاهای به خصوصی از بدن ایشون تمرکز. من اصلا فکر میکنم آقای دانل ترامپ باید شما رو به عنوان رئیس روابط عمومی و رئیس زیبایی شناسی نه تبلیغ برای خودش و همسر شما انقدر دارید این هر هفته حالا پشت سر هفته از این دخترش رو بگین ایوانکا خانم سرشار کمی خیلی از دختر مثلا پرزیدنت کلینتون خوشگل تره این بیاد پهلو پدرش وایسه کلی رای میگیره. زشت‌ترین فرست لیدی امریکا خانم الینور روزولت بوده که در واقع خود روزولت از خانومش خیلی جذابتر بوده. خانم لینکلن تقریبا هیولا بوده و به زشتی معروف بوده و برای همین بیچاره لینکلن مرتب روانشناس میرفته. خانم بتی فورد که الکلی بوده. خب متوجه شدین؟ بله بله ولی زیبا بوده. در مقایسه با اینا همونطور که عرض کردم اگر شما خانم صاحبه روحانی که لسنه میشون مثل این که عربی بوده قبل از ازدواج یعنی صاحبه عربی اینطور من گوگل کردم نمیدونم این درسته یعنی که واقعا نشون میده که فرهنگ ما الان در ایران و ریاست جمهوری ما جاییه که مثلا نام خانوادگی خانوم پرزیدنتمون بوده عربی اصلا لسنه‌اش بوده عربی. آقا شما فقط شما به اون مسئله 36 24 36 بپردازین دیگه بهانه نیارید به اینکه چرا اون خانم دوست نداری. من در به در دنبال میجرمنت خانم صاحبه روحانی گشتم و اصلا ننوشتن یعنی من نفهم چطوری اینو تونستن سیکرت نگه دارن. به هیچ وجه معلوم نیست که خانم صاحبه روحانی میجرمنتشون چیه. آقا اون مسئله ناموسی فرق میکنه شما چرا اصلا به اصل قضیه بله چرا به اصل قضیه توجه ندارین. تنها چیزی که کانفرم شده و جالبه واقعا شما اینو رو ولی بیوگرافی های آقای روحانی و آقای احمدی نژاد رو اگر گوگل بکنید کوچکترین اشاره ای از همسرهای اینها نخواهید دید. فقط یه اسم میبینید و در بعضی از عکس ها تنها چیزی رو که مشخصه اینه که این بانوان 100% دو چشم و یک دماغ دارن چون اون تنها چیزی که از زیر چادر مشخصه. موزیکتون اومد به این زودی؟ بله من حالا مثلا ساعت ها در مورد میجرمنت همسر آقای ترامپ صحبت کنم. نه آقا برید همجوری تخیلات خودتون رو رها کنید صفا کنید به امید این که پریزیدنشال الکشنز ما روی زیبایی نباشه و ما از روی شما که نمونه بدی بودید برای اینا من رو ببخشید. خواهشتون برم روزتون خوش بچه خوبی بشه چهر خداحافظ با بچه. سلام من شهرزاد اردلان هستم با ریل استیت لایسنس 019-249-86 از الیت پراپرتیز. خانه ایدئال برای یک خانواده در برنتوود برای فروش دارم با 4 اتاق خواب، 3.5 حمام، اتاق پذیرایی، ناهارخوری، اتاق نشیمن مجزا، آشپزخانه کامل با قسمت غذاخوری و حیاط. با من با 310-278-5300 یا وبسایت شهرزاد-اردلان.com تماس بگیرید. اسرار درون، برنامه ای از لیدا سولیخان، سرتیفاید کلینیکال هیپنوتراپیست، درباره هیپنوتراپی و فواید آن. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر. تلفن 818-569-5114. اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد. همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-24-25 تماس بگیرید. در وقت و پول خود صرف جویی کنید. جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با تلفن 1-800-320-24-25 تماس بگیرید. کاباره تهران The House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس معین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 You're listening to Radio Iran It's a revolution Radio Iran
KIRM Radio Iran. Radio Iran. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. آقای دکتر صدرالدین الهی، صبح شما در شمال کالیفرنیا بخیر. خانم سرشار عزیز، صبح شما در جنوب کالیفرنیا بخیر. چطوری؟ من خوبم، سپاسگزارم از مهر شما. مهر رو گفتم یاد مهرگان و پاییز افتادم و این که با هم دیگه در مورد این که بله در مورد پاییز و مهرگان باید صحبت کرد که یکی از فصلهای زیبای طبیعت به نظر من. عوامرتون متاع هستند صحبت ای تا اونجایی که بتونم کارم انجام میدم. خواهش میکنم، مهرگان تقاضا میکنم از شما. مهرگان که عربا بهش میگن مهرجان، در حقیقت در حد و قواره نوروز برای ایرانی هاست. شاید هم کمکی بیشتر برای اینکه بعضی از مورخین و محققین معتقدن که این عید ریشه در آیین مهر داره و به هر حال میتراییزم و مهر خودش که بحث مفصلی که روزی باید کرد. بله، خود مهرگان در حقیقت ستایش آمدن پاییز، همونطور که نوروز رو با آمدن عید صحبت میکنیم راجع بهش. جشن مهرگان از قدیم در تاریخ فرهنگ ایران یکی از قدیمی ترین جشن‌ها با همونطور که بهتون گفتم مثل ما نوروز میمونه. چیزی که برای شما شاید جالب باشه اینه که پادشاهان هخامنشی در هنگام برگزاری جشن یه سنت خیلی جالبی رو اجرا میکردن و اون این بود که شاه نمیبایست در ملأ عام مشروب بخوره. مهرگان تنها جشنی بود که در اون جشن شاه لباس برفش میپوشید و میان مردم میامد و با مردم شراب میخورد. حالا شراب چرا؟ برای اینکه فصل آمدن شراب مهرگان، یعنی همون میدونید یه شراب رو در پاییز وا میکنن. درسته. و این جشن جوری بود که مثل نوروز در حقیقت جشن گرفته میشد. لباس به هم میدادن، لباس نو تلشون میکردن از این. یه نکته ای هم در تاریخ چیز هست که محبا حقیقی رو تاریخ دنیتا بهتر بازه، یعنی اونی که مهرگان از ایران رفته به طرف اروپا، از آسیای صغیر رو عبور کرده و وقتی به اروپا رسیده بعضی ها گفتن روز تولد مسیحه. اجلال خوب خود در خود ایران هم خود جشن مهرگان تا بعد از اسلام مدت ها جشن گرفته شد و به نظر من از روزی که این پایه اسلام استوارتر شد و اون آیین شرابخواری مهرگان تقریبا مجبور بودن ممنوعش بکنن، یواش یواش از رونقش کاسته شد. من این آمدن مهرگان علل اصول پیشواز، یعنی چی کردن برداشت محصول، بزرگداشت شراب و محصول بوده. بله. در شعر فارسی، در شعر اولیه فارسی ما شاهدیم که درباره مهرگان صحبت کردن. در میان همه این شاعرها شاعری ما داریم به نام منوچهری دامغانی. این شاعر بیش از هر شاعر دیگری در وصف مهرگان صحبت کرده. یه شعر رو داره که خیلی معروفه به نام خیزید و خزارید که هنگام خزان است. بله. لباس گرم بیارید، باد خنک از جانب خارزم وزان است. اون برگ رزان بین که بر اون شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. وقتی برگ رنگ رزان میشه، بله بله، دهقان به تعجب سر انگوش گزان است که در چمن و باغ نه گل موند و نه گلزار. از اینجا افسوس میخوره به رفتن بهار، ولی در این حال قشنگه. مثل بهار رو همیشه در شعر فارسی به طاووس چیز میکرده، تشبیه رنگین بودنش. یه طاووس بهاری را دنبال بکندند، پرش ببریدند و به کنجیش بکندند. با او ننشینند و نخ نگویند و نخندند.
این پرنگارینش به رو باز نبندن. چرا؟ برای این که رفته و پاییز آمدست و بهار رو کشته در حقیقت. و شعر درون شهری بسیار در باره مهدگان صحبت شده و یکی از معروفترین مسمتهاش که در رسم من رسم شاه قزلی گفته اصلا با مهدگان شروع میشه. شاد باشی که جشن مهدگان آمد، بنگ و آوای درای کاروان آمد، کاروان مهدگان از خزران آمد، یا ز اقصای بلاد چینستان آمد. داره میگه که از کجا آمده این. میگه نه ایسی نه چین اومده نه از خزر اومده نه از این آمد، بله نه از اون آمد، که ز فردوس برین و از آسمان آمد. مهرگان آمد هن در بگشاویدش، اندر آورید و تواضع بنماییدش، و از غبار ره ای در بزداییدش، بنشانید و به لب خوب بخواییدش، خوب دارید و فراغان بستاییدش، هر زمان خدمت زخمی بفرماییدش. ببینید کاملا شما میتونید از شعر بفهمید که جشن جشن اشرت، جشن شرابخواری، جشن توصیفایی. این جشن مهرگان سالهای سال تقریبا از وقتی که ایران اسلامی شده و هرچه بیشتر اسلامی شده از یادها رفته و بیاد بیاریم که تکرارش و احیای این در بعد از انقلاب شده و یواش یواش ما الان جشن مهرگان رو در همین لس آنجلس شما الان مثل اینکه چندین جای دارن این جشن. بله بله جشن مهرگان خیلی مفصل میگیرن و هر سالم که میگذره خب مفصل تر میشه. به حق به خاطر اینکه یکی از توضیحاتی که شما دارید میدید نشون میده که به دلایل خیلی خاص و ویژه‌ای میخواستن که اینو کنار بزنن و معمولا هم ملت ایران هر موقع که فشار به روشون میاد که یه کاری رو انجام ندن خب سابقه نشون داده که شدیدتر به دنبال اون خواهن رفت. دقیقاً. حالا در کنار این برای این چیز وقت زیادی نداریم صحبت کنیم که این خود پاییز اصولاً در ادب فارسی و در ادب دنیا چه جای بزرگی داره. بازم پاییزم همیشه ما به عنوان چیز ملال‌انگیز و حوصله سربر غم‌انگیز اینطور نیست. اینطور نیست. واقعا پاییز در شعر فارسی در ادب جهان هستن که کار خیلی خیلی بزرگیه. یه شاعر سوئدی هست نمیدونم اسمش رو شنیدن یا نه، مثل توماس ترانستروم، این در سال 2011 جایزه ادبی نوبل رو برای شعرش گرفته. یه شعری داره که من یه وقت خوندم و نوشتمش اینجا یه تیکایشو، اصلا واقعا عاشقشم. وقتی که راجع به پاییز صحبت میکنه میگه شب که شروع میکند به چشا آمدن، من به برگ هاوی که غروب زرد میشوند حسد میبرم. بعد میاد جلو، چه فایده دارد که همه چیز سبز و سرخ باشد، زیبایی سفیددم وقتی که نزدیک است با نارنجی و خاکستری و قهوه‌ای دیدنی تر است. ای پاییز سلام، تو آغاز ابدیت منی، روزی که تمام روز شب باشد زرستان باشد و من به تو پیوسته باشم. این شاعر من هم زمان خودمونه دیگه، 2011 جایزه برده. بله بله. یه شاعر دیگه هست شما حتما اسمش شنیدید، فرانسویه. این شاعر اسمش پل ورلنه. این پل ورلن یکی از بنیادگذار شعر سمبولیک در ادبیات فرانسه بوده. وقتی شما به شعر او میرسید یه شعری داره به اسم پاییز، اصلا اسم شعر پاییزه. بله بله. جنرال دوگل پیش از حمله متفقین به اروپا خونده، گفته من اینو دارم میخونم برای اینکه در اروپا من در وطن من پاییزه و شعر ورلن رو باید. و اون شعر ورلن خیلی معروفه، نمیتونم براتون بخونم برای اینکه هم مفصله هم فرانسش بیشتر یادم فارسی. یکی از زیباترین توصیف های پاییزه اون شعر. اصولا فصل زیبا، من خودم اگر انتخاب داشته باشم آقای دکتر الهی بین فصل های 4 فصل سال پاییز رو انتخاب میکنم. صد درصد. و شما یادتون باشه که همین شعر ورلن که میگن اصلا این شعر از جهت ساختمان شعری به اصطلاح حروف قنه، حروف بی اصطلاح در دماغی، یکی از قشنگترین شعر هاست. لسان لو دلون ویلون دو تون مثلا یه حکایت غریبه. اما بریم سراغ پاییز خودمون. پاییز انسان در
شعر فارسی خیلی پروژه فارسی حرف زدن. من خودم شخصا یه شعر فارسی از یه نفر خیلی دوست دارم، اونم شهریاره. شهریار در پاییز در من در تبریز شهریار بودم، با هم صحبت می‌کردیم، من برد توش اقبال آذر خواننده معروف برگشتیم و من برای من نشست خونه و شروع کرد شعراش رو خوندن. یکی از شعراش حسرت پاییز بود، گوش کنید خیلی جالبه. بعد ما گوشون بشه سالها تهران بوده، حالا رفته تبریز، وطن نشسته باشه و شهر خودش بران راجب اونجا خیلی گفته. اما این شعر رو شروع کرده اینجور: خراب از یاد پاییز خمارنگیز تهرانم. یادتونه واقعا پاییز با همین توصیف در تهران میامد. خراب از یاد پاییز خمارنگیز تهرانم، خمار اون بهار شوخ و شهرآشوب شمرانم. خدایا خاطرات سرکش یک عمر شیدایی گرفته در دماغی خسته چون خوابی پریشانم. خیال رفتگان شب تا سحر در جا نماید، خدا یا این شب آفیدان چه می خواهند از جانم. بعد در شعرش ادامه میده، میگه این روز دست دخترم شهرزاد گرفتم، منو با کف منو ببر باغ گلستان. حالا ببینید باغ گلستان چه چیزی بس میکنه. درود آبشار دلکش پس قلعم در گوش، درود آبشار دلکش پس قلعم در گوش، شب پاییز تبریز است و در باغ گلستان. گروه کودکان سرگشته چرخ و فلک بازی، من از بازی این چرخ و فلک سردرگری بادم. یکی از قشنگترین شعرهای دیگه. و یکی چیزی که جالبی داری یه خطی داره که من معتقدم جواب تمام ادعاها راجع به اون شعر زورق مست رمبوه با بطوهیر. چه دریایی چه توفانی که من در پیچ و تاب آن به زورقهای صاحب کشته سرگشته میمانم. برحال این مسئله بزنیم که به شما که اشاره خیلی مختصری به مهرگان کنیم و پایی امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. بسیار بسیار. شنوندگانمون هم راضی باشن. شنوندگان ما که هم مشتاقن هم راضی و هم لذت میبرند و همه ما از شما میآموزیم آقای دکتر الهی هر هفته موضوعی تازه‌ای. به بهانه دیگر و فرصتی دیگر تا هفته بعد. سلامت باشید. روزتون بخیر. هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند. راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود دوباره به دست آورید. مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. عزیزم لطفاً کمربند تو ببند. چشم آقا. نمیخوام اون مشکلی که همکارم تو تصادف براش پیش اومد برای مام پیش بیاد. بنده خدا بعد از تصادف کلی درد که کشید، هیچی از کار و زندگیش هم افتاد. فقط یه چیز جزئی هم به آخر کار گیر شما، تقریبا هیچ. نگران نباش عزیزم، امروز تو رادیو 670 آگهی دکتر رضا حسنلو رو شنیدم. میگفت تو دفاتر حقوقیشون برای پرونده های تصادف فقط 19% شارژ میکنن. باورت میشه؟ فقط 19%، نه مثل خیلی جاهای دیگه 33% یا 25%. این نشون میده که دکتر حسنلو بیشتر به فکر موکلشه تا خوده. آره خب حالا تلفنشو یادداشت کردی؟ آره، اول اینکه دکتر رضا حسنلو عضو 50 50
بد هستن. بعدش هم تلفنشون هم خیلی راحته. 818-7-84-84-84 پس با این حساب با احتیاط رانندگی کن. نگران هیچی هم نباش. چشم خانوم. Litigated cases not included. رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید. میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم. ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید. برای ماموریت جدید آماده ای؟ باز هم ماموریت؟ ما حالا حالا ها با تو کار داریم. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید. ولی این کار قدری سخته. برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار. شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 855-996-2966 855-996-2966 سازمان آرم به دنبال موفقیت‌های درمان بیماری HIBM پژوهش‌های در مورد چند بیماری موروثی دیگر را در دست دارد و هموطنان عزیز را برای انجام تست رایگان بزاق دهان در این مراکز دعوت می‌نماید. شنبه 12 سپتامبر در مرکز زرتشتیان اورنج کانتی، یک شنبه 4 اکتبر در جشن مهرگان رویال تایم تیوی در پیرز کالج و یک شنبه 11 اکتبر در برنامه مهرگان مجله تهران در هتل هیلتون یونیورسال استودیو. K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. یک هنرمند یک اثر. یاران، در این بخش از برنامه به سراغ یک هنرمند جوان ایرانی میریم که در آمریکا بسیار گل کرده. هفته پیش یکی از فیلم‌ها، آخرین فیلم‌هایی که بازی کرده بوده به اسم شاه باب روی اکران سینماهای لس آنجلس بود و به دیدار این فیلم رفتیم. کاری از بابک شکریان و با هنرپیشگی رضا سیکس و صفایی که از او قبلن فیلم های فوق‌العاده جالبی رو دیدیم. فیلم A Girl Walks Alone، Home Alone، فیلم Circumstances در سال 2011، فیلم A Girl Walks Home Alone at Night در سال 2014 و فیلم A Better Place Than This در سال 2012. رضا که خودش هم هنرمنده، هنرپیشه است، هم کارگردانه و هم تهیه کننده، در این سه فیلم بسیار زیاد درخشیده و همچنین در فیلم آخری که عرض کردم شاه باب که هنرپیشه اصلی این فیلم بود و به همین مناسبت و به این بهانه از او دعوت کردم که مهمان این ساعت برنامه ما باشه تا گپ کوتاهی با رضا سیکس و صفایی بزنیم. صبح شما بخیر آقای صفایی. صبح بخیر خانم سرشار، شما خوبه؟ من حالم خیلی خوبه، شما چطوری؟ جان خیلی خوبم، خیلی ممنون که دعوتم کردید. خیلی آنر واقعا. نه، افتخار بنده است برای اینکه تمام هنرمندان و واقعا جوانان ما که در آمریکا موفق میشن در رشته های مختلف باعث افتخار سرفرازی ما هستند و فیلم های شما هم که یکی پس از دیگری در میاد و نقش های فوق العاده زیبایی رو بازی میکنید نشان از این داره که یک هنرپیشه جوان پرتوان از جامعه ایرانی وارد صحنه هالیوود شده و هر روز موفق‌تر از روز گذشته برای ما افتخار می‌آفرینه. بهتون خیلی افتخار می‌کنیم خالص آقای صفایی. خیلی ممنون، خیلی لطف دارین. خیلی خب، این کار آخری شما شاه باب که خیلی مورد توجه قرار گرفت، هنوز رو اکرانه یا تموم شد نمایشش؟ جان اول قرار بود، الان خب سینما خیلی عوض شده، به خصوص برای فیلم‌های کوچولو که میگن ایندیپندنت فیلم، معمولاً حالا خیلی کم میان تو سینما، حدوداً یه هفته میان بعدش میرن به نتفلیکس و آیتونز و از این حرفا. این اول قرار این بود که اینطوری بره، ولی توی لملی تیتر بود و آقای لملی خودش، گریگ لملی، خیلی از این فیلم خوشش اومد، دیدش که خیلی هم که اومده بودن خیلی راضی بودن در فیلم اینا، خودشه خیلی خوشحال شدیم، گفتش که میخواد اینو ببره سینماهای دیگه و ادامه بده. چه جالب. همین و
بله خلاص خیلی خوشحال شدیم. حالا شنبه شب قراره که بریم انسینو تو لملی تاون سنتر، اونجا 13 هفته نیم شب من میخوام برم یک کیو ان ای با خود بابک شکریان و چند تا منفیشه دیگه، فکرم امیدوارم که آقای سیاد هم بتونه بیاد. بعد برمیگرده 21 فکر کنم توی بیولی هیلز، بعدش داره میره توی پورتلند و سیاتل و دی سی و نیویورک و دیگه ببینیم چی میشه. چه عالی چه عالی، بهتون تبریک میگم بابت. خیلی ممنون، مرسی. میدونم که در این حال این یک هنرپیشه پرکار، موقعی که یه فیلمی ازش روی صحنه میاد همزمان داره یه کار دیگه میکنه، یه فیلم دیگه داره بازی میکنه. بله. شنیدم که مجدداً با هنرمند گرامی پرویز صیاد هم بازی هستین برای یه فیلم دیگه، درسته آقای صفایی؟ درسته، بله. من خب این اولین فیلم بود شاهباب که با آقای صیاد بازی کردیم و خیلی واقعا این همیشه یه دریم من بوده که با ایشون بتونم کار کنم و خوشبختانه خیلی این اتفاق افتاد. و من اولین باری که من خب مادرم هیچ کس تو فامیلم هنرپیشه و تو کار هنرینا نیستن، ولی خیلی هم فکر کنم اول ناراحت بودن که داشتم میرفتم دنبال این همه دکتر و مهندسن و من خودم هم توی چیز بودم که میخواستم برم پزشکی بخونم. ولی پس این شاهباب یه بخشی از سرگذشت خود شما هم هست. بله درسته، دقیقا فکرم خیلی بیتونم ریلیت کنم جامعه ایرانی ها. ولی من هم خب یه نمایش تاعت بود که بازی کرده بودم به نام Don Juan in Hell، که یعنی Don Juan تو جهنم با چیز جورج برنارد شا نوشته بود و این یه 3 یه مانولاگ داشت که این پشت سر هم 4 دقیقه بود که این حرف میزد توی این نمایش تاعت و این اولین بار بود که مام بابا می رو دیده بودن و بعدش استندینگ اوویشن گرفتم و خیلی هم نگاه کردم دیدم مام بابام داشتن شروع کرده بودن گریه کرده بودن از خوشحالی و اینا، خلاصه خیلی سپورتر شدن. و ولی تو همین تئاتر بود که من اولین بار یه نمایش تئاتر ایرانی دیده بودم و همون یه نمایش تئاتر خود آقای صیاد بود. و برام خیلی جالب بود که این دوتا با هم دیگه میگن به قول آمریکایی‌ها کامز فول سرکل. خلاصه این فیلم رو که بعد این اولین فیلم بود با آقای صیاد بازی کردیم و سوالی که پرسیدین، یه فیلم جدید هستش که به نام The Loner که یعنی بکنم بهترین ترنسلیشنش به فارسی میشه تک و تنها. بله. یا خود تک. تک. این داستانی خب یه چیزایی هستش پرسنال به خودم، ولی خب خیلی هم من داشتم یه میدونستم که تو به خصوص تو آمریکا و خب خیلی جای دنیا زیاد در مورد جنگ ایران عراق زیاد چیزی نمیدونن و من خیلی دلم میخواست که خب خودم کسایی میشناختم که خیلی صدمه خورده بودن تو خود این جنگ، بعدش هم با خیلی صحبت کرده بودن که اینجا وترن هستن مال اون جنگ و اصلا زیاد یعنی توی آمریکا زیاد اصلا با هر کسی صحبت کردن که آمریکا فکر مثلا در مورد جنگ عراق و آمریکا صحبت میکردن، میگفتم نه اصلا یه چیز دیگه بود. حالا سه می‌خواستم یه فیلم در مورد این بسازیم، ولی این بک‌استوریه. خلاص این خودش یه فیلم بود پاپیلار بود که راین گاسلینگ بازی کرده بود به نام درایو، نمیدونم آیا دیدین یا نه، ولی یه حالت اونو داره مثل فیلم‌های نوار و دارک و خلاص این بک‌استوریش مال این جنگ ایران عراقه، ولی توی مدرن دی خیلی هنرپیشه خوبی هستن توش. آقای صیاد اول رولی که بد گای بازی میکنه توش خیلی بسیار عالی بازی میکنه. بعد شما هنرپیشه هستین، کارگردانی تهیه کننده هستین، کدومش هستین تو این فیلم؟ جان بله من تهیه کننده پرودوسر هستم و با هنرپیشه بازی میکنم و فایبورز هم توش بازی میکنه. یه هنرپیشه دیگه داریم به نام دامینیک رینز که اونم توی با من توی گرو واک کاملون نایت بازی میکرد، ایشون هم بازی میکنه. اون رول اصلی که تو سرکمستانس نیکول بوشری ایشون هم بازی میکنه. ولی چند تا هنرپیشه معروف آمریکایی و انگلیسی هم داریم به نام جولین سانز که اکادمی اوورد نامینیت شده چند بار، ایشون بازی میکنن خیلی عالی. یه هنرپیشه جدید هستش مال سوئد هلینیا ماتسن که همین امریکن هورر استوری بازی میکنه که خیلی شو پاپولر تلویزیون. خلاصه ایتس ا نایس میکس، ولی
خیلی قشنگ در اومده. ما اتفاقا دیشب مونتاژش رو تموم کردیم و یه خبر خوشی هم گرفتیم که برای اولین بار این چند تا 5 تا فیلم در سال دعوت میکنن که بیان توی پولند هستش، توی یک شهر پولند به نام وروکلا. اینجا 5 تا فیلم از همه حساب نشینا قبول میکنن که بیارن همه پروگرامای مال فستیوال و دیستریبیوتور اینا مال اروپا بهشون نشون بدن. خلاصه ما فهمیدیم که این انتخاب شدیم. بله به به مبارک مبارک. کی وقت کی منتظر اکران شدن لونر باشیم آقای صفایی عزیز؟ جان خب این به خصوص این فیلم های مثل همین شاهباب ما و همین گرو واکس و لونر نایت و هست سرکمستنس اینا، برای که فیلم های کوچیک هستن خیلی مهمه که برای یه سال، یعنی اگر آدم شانس خوب بیاره اینا، که بره تو فستیوال های بزرگ بره شرکت کنه و بره دور و بر دنیا نشون بدن که یک ذره پابلیسیتی و پرس و اینا داشته باشیم در موردش. بر همین من فکر کنم یعنی تو خود سینمای لس آنجلس یه سال دیگه میاد. ولی الان شروع کردین که دارین به فستیوال های مختلف معرفیش میکنین؟ بله دقیقا خلاصه. ولی اوه یعنی یه سکرینینگ هم هستش که اینجا میذاریم داره چیز، حتما بهتون میگم که کی هستش رو بتونین شما ببینین ببینین آیا خوشتون میاد یا نه. با کمال افتخار. هر کاری که هنرمندان و دست‌اندرکاران کارهای هنری از جامعه ایرانی انجام میدن برای ما هم فرصت مناسبی است که خبرش رو به گوش شنوندگانمون برسونیم و همینی که به شما این پیام رو برسونیم که همون نکته که خودتون اشاره کردید که هرچند برای جامعه ایرانی یه ذره سخته، برای پدر مادرها اول بود سخت بود که بپذیرن که بچه‌ها در رشته‌های دیگه غیر از پزشکی و وکالت و مهندسی برن، ولی با وجود این همه جوانی که در رشته‌های مختلف انقدر موفق شدن، دیگه گمان می‌کنم هیچ پدر مادری نباشه که فکر کنه که فقط چند رشته خاص هستن که بچه‌ها باید برن و جوان‌های ما در واقع خودنمایی بکنن در اون رشته، و می‌بینیم که رشته‌های مختلف رو هم بچه‌ها و جوان‌های ایرانی دارن شکوفا می‌کنن. خیلی خیلی از این بابت خوشحال هستیم. من یه سوال دارم که خیلی‌ها می‌پرسن این سوال از شما حتما، ولی حالا توی رادیو هم از شما این میکروفون رادیو هم بپرسیم ازتون، این میدل نیم شما سیکسو از کجا میاد آقای رضا؟ بله یه داستان قشنگی. من اول که داشتم میرفتم توی کار هنرپیشگی، اول من از تئاتر بود که اول بازی کردم، بعدش من از کار فیلم تلویزیون. همیشه که اسمامو میدیدن و اینا همه فکر میکردن ما خودمون یه رضا صفایی داشتیم، کارگردان بود توی ایران، و من نمیدونستم داستانش اتفاقا این داستان آیا این درسته یا نه نمیدونم، ولی من شنیده بودم که متاسفانه ایشون یه فیلم داشتن تهیه میکردن تو ایران، یه کار استانت میکردن که ماشین بعد آتیش بگیره، یکی از هنرپیشه‌هاشون اتفاقا اون تو گیر کرده بود تو ماشین. خلاصه نمیدونم چی اتفاق افتاده، ولی داستان خیلی بدی بود. بعد منم هر دفعه یکی کسی میخواست با من میت بکنه اینا، فکر میکردم من همون کارگردانم. خلاصه خب چونم الان دقیقا نمیدونم حالا یا چند سالشون بود، ولی همیشه فکر میکردم که مثلا به یک کس 70-80 ساله داشتن آشنا میشدن، و همیشه یعنی به فیور خودم نبود. بعد من اولین بار که داشتم سیتیزن آمریکا میشدم، داشتم ازم پرسیدن اینجور که نشست بودن آیا یه میدل نیم میخوایی یا نه. منم داشتم در مورد همین داستان این میگفتم، این روز کارگردان که بودش داشتم فکر میکردم اینا. بعدش هم یه کتاب بود به یکی از نویسنده، یکی از بهترین نویسنده به نظر خودم مال آمریکا به نام تونی موریسن، یه کتاب خیلی قشنگ نوشته بود بلاوید، و توی این کتاب یک کاراکتر هستش که سلیوه تو آمریکا، ولی اینکه فرار میکنه اونایی دیگه که دارن میرن اینو دستگیر میکنن، هرچی که تورچرش میکنن زنج میدن بهش، این میگن این اونای دیگر رو لو نمیده. و اسمش هم سیکسو بود، یه خیلی کاراکتر با خیلی دیگنیتی بود. منم اونجا نشسته بودم همین داشتم کتاب میخوندم، گفتش که میدون نمیخواه توی چیز که داشتم میگفتم بسم آره میخوام بزنم سیکسو. این هم همین شکلی موند. پس یه انتخاب احساسی بوده، برای کارتون هم خوب. الان
چون خیلی ویژگی میده به نامتون، در این حال که نام فارسیه ولی خب یه ویژگی هنری هم بهش میده. در هر حال خیلی ممنونم از لطفتون آقای صفایی، براتون آرزوی موفقیت های روز افزون و بیش از بیش میکنم و همچنان ما در انتظار کارهای جدید شما هستیم. محبت بکنید به ما خبر بدید که گاهی اوقات هم با وجود که سرتون شلوغه و میدونم که خیلی کار دارین مهمان برنامه ما باشید. قربونت، خیلی ممنون، خیلی من خوشحال کردم. خواهش میکنم، ما بیشتر. روزتون بخیر. روز شما بخیر. عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد. بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی. فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود. خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو. داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست، از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست. از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست. گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری. کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی. تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم. برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین و یا وبسایت meshkinmedical.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website at meshkinmedical.com. شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟ غمی ندارم. یعنی غربت شما را آزار نمیده؟ میداد ولی دیگه نمیده. منظورتون چیه؟ اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم. دیپرس؟ همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونه آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر. خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت. بهشت. عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد. خوش اومد. شما هم خوش آمد. بفرمایید. صدف زدی تو هدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. 670 AM لس آنجلس. هفته‌ای که در پیش داره. خب دوستان، نگاهی بکنیم به رویدادهای هنری و در واقع فرهنگی که در هفته آینده میتونیم انتخاب بکنیم از بینشون، برای اینکه به دیدارشون بریم، حضور داشته باشیم و هر اون گونه که دوست داریم. انتخاب ها زیاد هست برای هر سلیقه‌ای. نخستین برنامه امروز در واقع شنبه 10 اکتبر در المپیک کلکشن گرد همایی شاگردان سابق گروه هدف و گروه مدارس هدف هست. کسانی که هنوز اطلاع ندارند از این برنامه میتونن با شماره 949 222 99 92
949-222-9992 تماس بگیرن. این برنامه در المپیک کلکشن امروز که و در واقع همشاگردی های سابقه خودشون رو ببینن و خوشحال بشن. فردا یک شنبه 11 اکتبر گروه فرهنگی هنری عاشقانه تقدیم می کند یک برنامه رو با حضور خانم مجده حبیبی و صحبا مطلبی که از مولانا سخن خواهند گفت. این برنامه در 22828 ریف پوینت درایو در نیوپورت کوست برگزار خواهد شد و تلفن اطلاعاتش 310-467-7920 برنامه است که گمان میکنم که با ابتکار و مدیریت مجده حبیبی همکار گرامی ما در برنامه های رادیو تلویزیونی و گوینده خبر و هنرمند نقاش برگزار میشه. کسانی که علاقه دارن میتونن به دیدار او برن. و برنامه فردا 11 اکتبر در شهر لس آنجلس LA AIDS Walk هست که کسانی که علاقه مندن به این در واقع کار کمک بکنن میتونن در سایت la.aidswalk.net برن و روز یک شنبه برای کمک به یافتن درمان بیماری ایدز در خیابان‌های لس آنجلس و وست هالیوود و جمع‌آوری و اعانه خواهد بود. اگر که اطلاعاتی در این زمینه میخواید به دست بیارید با تلفن 213-201-WALK تشریف ببرین و اطلاعات رو بخونید و اگه دوست دارید راهپیمایی کنید برای یک واقع در واقع یک هدف خیلی مقدس حتما این کار رو انجام بدید. جمعه 16 اکتبر کنسرت کریس دوبرگ هست در برن ایونت سنتر در شهر ایرواین. میدونم که بسیاری از ایرانی ها او رو با نام خواننده آهنگ لیدی این رد میشناسن و این خواننده که در مورد ایران و جوانان ایران هم صحبت ترانه خونده به شهر لس آنجلس هم میاد یک شنبه 18 اکتبر در مایکروسافت سنتر که همون نوکیه سابق باشه. تلفن اطلاعات برای این دو برنامه 877-412-3412 خواهد بود و برگزار کننده این برنامه یا حامی و پشتیبان اون پارتی براوا هست که در جامعه ایرانی برنامه های قابل توجهی رو معمولا اجرا میکنه و پشتیبانی میکنه. روز یک شنبه 18 اکتبر کنسرت گروه دستان با خوانندگی خانم مهدی محمدخانی در ویلشریبل تیتر روی صحنه خواهد رفت. کسانی که علاقه‌مندن که به این کنسرت برن با تلفن 818-640-8260 تماس بگیرن یا به سایت cmpticket.com. من دارم کوشش میکنم که فرصتی رو پیدا بکنم با خانم مهدی محمدخانی که از خوانندگان جوان بسیار پرتوان هستن در برنامه آینده شد گفتگوی بکنم. میدونم در سفر هستن برای برنامه های مختلفی که دارن. امروز فرصت این گفتگو نشد ولی امیدوارم هفته آینده این امکان برام پیش بیاد. با خبرم شدیم که کارکنان و کارمندان سابق رادیو تلویزیون ملی ایران یک گردهمایی دارن روز یکشنبه 18 اکتبر در رستوران شعله. البته این گردهمایی فقط مخصوص کارکنان و کارمندان سابق رادیو تلویزیون ملی ایران هست. از قراری که شنیدیم بلیط‌هاش هم فروش رفته. دوست داریم که همکاران سابق خودمون رو در این گردهمایی ببینیم. با اشتیاق همه ما منتظر این دیدار هستیم. امیدوارم که همه کسانی که در دسترس هستن بیان و این برنامه رو ببینن روز یک شنبه، یعنی با ما باشن. یه روز یک شنبه 18 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر سخنرانی پیشگیری و درمان سرطان با همت مرکز برابری پارس و سیتی آف هوپ در مرکز برابری پارس واقع در 4954 و نایس بولوار سویت 201 در شهر شرمن اوکس برگزار میشه. جلسه ورودش برای همه رایگان و آزاد هست. خانم لونا شاد روزنامه‌نگار و فیلمساز مشهور ایرانی که خودشون بیماری سرطان گرفته بودن و با آن مبارزه جانانه ای رو انجام دادن و پیروز شدن و چند متخصص دیگر بیماری سرطان خانم دکتر بهاره بهادینی، دکتر شامل سنانی و دکتر بهنام بدینی سخنرانی میکنن در این زمینه. برای اطلاعات بیشتر با شماره 818-616-3091 تماس بگیرید. از رویدادهایی که کمی دیرتر در هفته های آینده
برگزار میشه. با خبر شدیم که فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی میزبان شب گشایش فیلم بابا جون هست، فیلمی که در لس آنجلس به عنوان شب افتتاحیه فستیوال فیلم‌های اسرائیلی برگزار میشه و این برنامه 28 اکتبر در سابان تئاتر اجرا خواهد شد و کسانی که علاقمند هستن که در این برنامه شرکت بکنن و یا اطلاعاتی در این زمینه میخوان میتونن با سامانه فدراسیون یهودیان ایرانی تماس بگیرن و یا اینی که اگر علاقمند باشن میتونن دو نوع اینطور که شنیدم، البته اطلاعات بیشتر هفته های آینده خدمت شما دوستان خواهم داد، ولی دو نوع بلیت هست برای کسانی که علاقمندن، میتونن ساعت 6 برن برای صرف شام با کارگردان و هنرپیشگان فیلم که آقای نوید نگهبان، آقای فریبرز داوودیان هستند و کارگردان فیلم هم که آقای یووال دلشاد، و کسانی دیگری که میخوان در کوکتل شرکت بکنند و فیلم رو ببینند، دو نوع قیمت و دو نوع امکانات هست. برای همین اطلاعات میتونید با شماره تلفن 323-654-4720 323-654-4720 تماس بگیرین و اطلاعات بیشتر رو بگیرین و اگه دوست داشتین در اون شب، در شب افتتاحیه فیلم بابا جون که برنده جایزه اوفیر وارد شده به عنوان بهترین فیلم سال، شرکت بکنید. خب برنامه های دیگری هم هست، ولی بدین خودتون روی سایت ها و سامانه های مختلف پیدا بکنید دیگه. من وقتم به اتمام داره میرسه. با سپاسگزاری از همه شما عزیزانی که همیشه با ما هستید و ما رو در راهی که داریم تشویق میکنید، خدا نگهدار میگم بهتون تا برنامه آینده و هفته دیگر. شب و روزهای خوبی داشته باشید. AM Los Angeles. Lorraine Entertainment presents Lady in Red. Dancing with me. Chris de Berg. Nobody here. Live in California for a once in a lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris de Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris de Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo. موسیقی اصیل ایرانی را به شیوه علمی و دانشگاهی زیر نظر استادان برجسته و کارشناسان با تجربه بدون محدودیت سنی در آموزشگاه موسیقی کانون هنر بیاموزید. تلفن اطلاعات 310-477-41-41 310-477-41-41 PersianArts.org. دکتر محمد پاک روان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، مژده می‌دهد که کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در 11338 سانتا مونیکا بولوارد همچنان پا برجاست. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. تفکر بهتر، زندگی برتر. راه زندگی، برنامه ای از روانشناسان و مشاوران خانواده. دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب. صمیمانه، برنامه ای از دکتر مهدی آقازمانی. با صحبت‌هایی از جنس صمیمیت، آخرین برنامه هفتگی رادیو ایران 670 AM را یک شنبه شب‌ها ساعت 9 گوش کنید. پیامی از رادیو ایران. عادت کرده بودیم که برای آب حیات و آب زمزم حسرت بخوریم و نمی‌دانستیم همین